سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. وقتی به خوشحالی فکر میکنیم، معمولا یاد چیزهایی میفتیم که باعث لذتهای زودگذر ما میشن. مثلا وقتی که کتاب مورد علاقمون رو میخونیم یا زمانی که یک روز آروم رو در یک ساحل آفتابی سپری میکنیم. درسته که اینها همگی لذتهایی هستن که باعث خوشحالی میشن، اما تمام این خوشحالی ها موقتی هن. خوشحالی واقعی یا حس رضایت در زندگی با این موارد کمی متفاوته. اما چجوری میشه این حس خوشحالی رو از حالت موقت به دائمی تبدیل کرد؟ در این برنامه با ما همراه باشید تا 8 عادت افرادی که واقعا احساس خوشحالی میکنن رو با هم بررسی کنیم. در صورتی که تازه به کانال ما پیوستید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید. اما به دلیل برخی مشکلات گزارش شده از طرف کاربران در خصوص عدم اطلاع رسانی به موقع یوتیوب از برنامه‌های جدید ارسالی ما، حتماً در کانال تلگرامی ما عضو بشید تا سریعاً از ویدیوهای جدید و تمامی اخبار اونها مطلع بشید. آدرس کانال تلگرامی ما در زیر ویدیو در قسمت توضیحات قرار داره. عادت اول، شادی هاتون رو خودتون به وجود بیارید. دست روی دست نگذارید و منتظر نباشید تا خوشحالی خودش بیاد. هر ثانیه و دقیقه ای که شما در انتظار خوشحالی تلف کنید، مدت زمانیه که شما میتونستید برای به وجود آوردن خوشحالی از اون استفاده کنید. افراد خوشحال در واقع خوششانس‌ترین افرادن. اونها نه ثروتمندترین افراد هستند و نه کسانی هستند که به دنبال بهترین ها باشند. افراد خوشحال فقط کسانی هستند که به معنای واقعی برای خوشحالی تلاش میکنن و این شانس اونها در زندگیه. چون مفهوم به دست آوردن خوشحالی رو درک کردن. اگر شما هم میخواهید خوشحالی زندگیتون رو خودتون بسازید، باید در درجه اول بخواید که واقعا خوشحال باشید و خوشحالی رو در زندگیتون یک اولویت قرار بدید. ما معمولاً سخت کار میکنیم چون میخواییم در دنیای امروز و در رقابت با دیگران شکست نخوریم. اما متاسفانه اغلب این کار رو طوری انجام میدیم که این رسیدن به پیروزی و عدم شکست به قیمت از دست دادن خوشحالی های زندگیمون تموم میشه. زندگی به شما خوشحالی و شادی رو نمیده. خودتون باید بسازیدش. اطراف خودتون رو پر از آدم‌های مثبت کنید. خوشحالی مصریه. با پر کردن زندگیتون از افراد خوشحال، اعتماد به نفس خودتون رو بالا ببرید و خلاقیتتون رو تحریک کنید. این یعنی شما با تمام قدرت در حال پیشروی به سمت خوشحالی هستید. سمت افراد منفی نرید. این افراد که مدام آیه یأس میخونن و ناله میکنن، خواستار جلب توجه دیگران و تحریک کردن حس ترحم اطرافیانشون هستن. در واقع سعی میکنن با انتقال احساسات منفی خودشون به اطرافیانشون، خودشون احساس بهتری پیدا کنن. بودن با این افراد مثل این میمونه که شما در یک بعد از ظهر دلنگیز با دوستتون روی نیمکت پارک بنشینید، اما دوستتون یک فرد سیگاری باشه و شما نه. اون سیگارش رو روشن میکنه و از اون لذت میبره و شما که سیگاری نیستید مجبورید دود سیگار اون رو استنشاق کنید و بهتون بد بگذره. به اندازه کافی بخوابید. من بیشتر از یک ساله که در آرزوی یک ساعت خواب خوبم و واقعا نمیتونم با کلمات بیان کنم که خواب کافی برای بهبود خلق و خوی شما چقدر مهمه. خواب خوب به شما در داشتن تمرکز کافی کمک میکنه و همینطور میزان صبر و تحملتون در برابر مسائل روزمره رو افزایش میده. وقتی میخوابید، در واقع مغز شما عین روز اول دوباره شارژ میشه و پروتئین های سمی که در طی روز با فعالیت نرمال عصب های بدن ساخته میشن و در مغز انباشته شدن، پاکسازی میشن و زمانی که شما حس میکنید باید بیدار بشید، در واقع زنگ بیدار باش بعد از این پاکسازی و آمادگی مغز برای فعالیت روزانه نواخته شده.
به همین دلیل زمانی که شما نتونید خواب کافی رو تجربه کنید، انرژی شما، تمرکزتون و سطح هوشیاری و حافظه شما همگی کاهش پیدا می کنن. با محرومیت از خواب مفید، سطح هورمون‌های استرس‌زا حتی بدون وجود عوامل استرس‌زا افزایش پیدا می‌کنه. افراد خوشحال خواب رو در اولویت قرار میدن چون باعث میشه حس بهتری داشته باشن. افراد شاد میدونن چقدر حس بدی پیدا می‌کنن اگر از خواب مناسب محروم باشن. سعی کنید همیشه در لحظه زندگی کنید. تا زمانی که یاد نگیرید در زمان حال زندگی کنید، نمیتونید به پتانسیل بالا برای زندگی برسید. زندگی کردن در زمان حال و همین لحظه‌ای که اکنون در اون هستیم هنر بزرگیه و لازمه یه دست یافتن به اون توجه به این نکته است که بدونید هر چقدر هم که شما درباره اتفاقات گذشته یا عملکردتون درباره مسائل مختلف احساس گناه کنید، باز هم قادر نیستید گذشته رو تغییر بدید. این غیر ممکنه اگر مدام به جای زمان حال در زمان دیگه ای سیر کنید و بتونید واقعا شاد باشید. چون حال رو از دست میدید و به این ترتیب قادر نیستید واقعا همه چیز رو در اطرافتون درک کنید. گذشته که گذشته، واقعا کاریش نمیشه کرد. آینده هم جز نگرانی چیزی برای شما نمیگذاره. یادتون باشه، نگران بودن مثل پرداخت بدهیه که شما هرگز نداشتید. یاد بگیرید خودتون رو دوست داشته باشید. خیلی از ماها وقتی اتفاق خوبی برای دوستانمون میفته غافلگیر نمیشیم، چون اونها رو لایق اون چیز خوب میدونیم و توقع داریم چیزهای خوب مال اونها باشه. اما خودمون رو شایسته اتفاقات، آدم‌ها و چیزهای خوب نمی‌دونیم، چون برامون مشکله که قدردان شایستگی‌ها و امتیازات خودمون باشیم. یاد بگیرید که لایق بودن خودتون رو بپذیرید و نقاط قوت خودتون رو درک کنید. ورزش کنید. تحرک بدن برای 10 دقیقه باعث میشه گابا آمینو بوتریک اسید که یک آمینو اسید 4 کربونه غیر پروتئینی آزاد بشه. این آمینو اسید یکی از مهمترین انتقال دهنده های عصبیه که باعث میشه مغز شما احساس آرامش کنه و در عین حال مغزتون تکانه های خودش رو تحت کنترل داشته باشه. این رو بدونید که افراد خوشحال برنامه ورزشی منظمی دارن و اون رو به طور جدی دنبال میکنن، چون به خوبی میدونن که با این کار خلق و خوی مناسبتری به دست میارن. دیگران رو ببخشید اما بدیهاشون رو فراموش نکنید. افراد خوشحال با این شعار زندگی میکنن که اگر یک بار منو گول بزنی تو باید شرمنده باشی، اما اگر برای بار دوم گول تو رو بخورم من باید شرمنده خودم باشم. افرادی که واقعا ارزش خوشحالی رو درک کردن بدیهای دیگران رو میبخشن، اما اون رو فراموش نمی کنن، چون میخوان از به وجود اومدن کینه در قلبشون جلوگیری کنن. اونها به خوبی میدونن که احساسات منفی که با کینه بروز میکنه در واقع یک واکنش استرابزا به شمار میره و حفظ این استراب میتونه عواقب مخربی برای سلامتی و خلق و خوشون داشته باشه. البته اینکه افراد خوشحال دیگران رو میبخشن به این معنا نیست که فرصت دوباره‌ای به فرد متخلف میدن تا کار خودش رو دوباره تکرار کنه، اما چون به اندازه کافی به خودشون اهمیت میدن نمیگذارن به خاطر بدرفتاری دیگران گرفتار ناراحتی بشن. روی چیزهایی تمرکز کنید که تحت کنترل شما هستن. به جای اون که انرژی و وقتتون رو برای چیزی که اختیار اون در دست شما نیست تلف کنید و بیشتر مضطرب بشید، برای چیزهایی تلاش کنید که تحت کنترل شما هستن. مسیر رفت آمدتون به محل کارتون طولانیه؟ شما که نمیتونید کارتون رو رها کنید، چون یا اون رو دوست دارید یا به اون احتیاج دارید. پس بی خودی برای طولانی بودن راه هرس نخورید. سعی کنید تو مسیر به یک کتاب صوتی گوش بدید یا برای تقویت زبانتون چند کلمه بیشتر یاد بگیرید. پا
پاتون در هنگام دویدن آسیب دیده و نمیتونید ورزش کنید؟ به جای اون که با تمرکز روی آسیب پاتون بیشتر احساس ناراحتی کنید، سعی کنید آب درمانی رو امتحان کنید. اینطور میتونید شنا کنید که ورزش مفرحی هم هست و میتونه مناسب باشه. با تمرکز روی چیزهای بد که تحت کنترل ما نیستن، ما بدی رو جذب میکنیم و اجازه میدیم بدی ما رو عقب بندازه. افراد خوشحال سعی میکنن شاد باشن و از کنار شکستهاشون عبور کنن. این شکستها حاصل عوامل بیرون از خودشونن، پس مال اونها نیستن. چرا باید تا ابد نگهشون دارن و حس بد اونها رو مدام تجربه کنن؟ این شاخصه های افراد خوشحال فقط شما رو در شاد بودن یاری نمی کنن. این ویژگی ها از شما انسان بهتری هم می سازن. بنابراین سعی کنید با توجه به اون چه گفته شد روی خودتون کار کنید و البته کسانی رو هم به عنوان دوستانتون انتخاب کنید که با شما هماهنگی بیشتری دارن و میتونید اوقات خوشی رو با اونها داشته باشید. به یاد داشته باشید هر هفته یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. جالبه که خیلی ها میخوان اول به آسایش و خوشبختی برسن، بعد به زندگی لبخند بزنن، ولی نمیدونن که تا به زندگی لبخند نزنن به آسایش و خوشبختی نمیرسن. پیروز و شاد باشید.